تظاهرات علیه تجارت با اسرائیل در سراسر ترکیه ادامه دارد و احزاب مخالف با نشر ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی تجارت با اسرائیل را محکوم کرده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مقصر می‌خوانند. این تظاهرات در حال ادامه یافته است که ارقام رسمی نشان می‌دهد از زمانی که اردوغان تحریم بر تجارت با اسرائیل را در ماه می اعمال کرد، تجارت دو طرفه به ارزش 7 میلیارد دلار بین دو کشور به صفر رسیده است. با این حال تحلیلگران می‌گویند تجارت توسط گروه‌های سومی ادامه یافته است. ما باید قبول کنیم که بخشی از این تجارت به هر حال ادامه خواهد یافت. بنابراین ما وضعیت را مشاهده نمی کنیم که تجارت در کل بین دو کشور متوقف خواهد شد. این تجارت به کشورهای سومی منحرف خواهد شد و تجارت از این مسیر ادامه خواهد یافت. به طور مثال ایورنسل رسانه ترکی دریافت است که شرکت های ترکی صادرات به اسرائیل را اساساً صفر گزارش کردند، اما سطح افزایش صادرات به اراضی فلسطینی تا 1000% گزارش شده است. رسانه های اسرائیل نیز فاش کردند که یکی از بزرگترین شرکت های تجاری ترکیه سهامدار اقلیت در یک شرکت تولید سوخت است که تدارکات اردوی اسرائیل را فراهم می کند. شرکت ترکی زورلو بعداً اعلام کرد که از این به بعد در اسرائیل سرمایه گذاری نمی کند. تحلیلگران می گویند روند جاری تجارت نشان می دهد که اعمال مکمل تحریم ها برای حزب اردوغان تا چه حد مشکل است. وابستگی های زیاد اقتصادی وجود دارد. به صورت آشکار ارتباط تنگ و صمیمی بین حلقه تجاری و حلقات سیاسی حزب عدالت و توسعه و تجارت های اسرائیلی وجود دارد. شاید دلیل همین باشد که این موقف بسیار ریاکارانه ادامه یافته است. اما به قول رسانه های اسرائیلی اثرات این تحریمات در حال نمایان شدن است و افزایش قیمت میوه و سبزیجات که ترکیه آن را تامین میکرد به این تحریمات نسبت داده میشود. این تحریمات کار میکند. این درست است که چیزهای از طریق کشورهای سومی وارد میشود و از آنجا توسط تاجران به فلسطین و چیزهای به اراضی اسرائیل وارد میشود. اما هنوز هم کاهش قابل ملاحظه در تجارت رخ داده است. تحلیلگران هشدار دادند که احزاب محافظه‌کار اسلامگرای ترکیه با تأکید بر تجارت جاری ترکیه با اسرائیل به هدف قرار دادن پایگاه انتخاباتی اردوغان ادامه دادند و این می‌تواند باعث شود که رئیس جمهور بهای سنگینی بپردازد.